سرخط خبرها و مهمترین ها. چین، گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در مورد روند خروج از افغانستان ناقص بود. شکایت باشندگان جوزجان از توقف صدور پاسپورت برای متقاضیان. اولویت های جدید سازمان ملل در افغانستان. بالاخره شمال را آرام نماندن و تجزیه را عملا آغاز کردن. مشروع خبرها. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری همچنان میگوید که امریکا به بهانه مردم سالاری نباید دیگر در امور داخلی یک کشور دخالت کند، در حالی که درست پیش سفیر چین در افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت این خارجه دیدار داشته است. اما به تازگی چین ایالات متحده امریکا را متهم کرده که به بهانه مردم سالاری در امور داخلی افغانستان مداخله کرده است، دیدگاهی که شباهت نزدیک به دیدگاه طالبان دارد. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفته است که گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در مورد روند خروج از افغانستان ناقص بود. در این گزارش باید به مسئله دخالت به بهانه مردم سالاری در امور داخلی یک کشور نیز پرداخته می شد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت متاسفانه موضوعاتی که واقعا نیازمند بازنگری و بازتاب توسط ایالات متحده است در گزارش مورد توجه قرار نگرفته است. این مورد شامل به کارگیری از زور در برابر یک کشور مستقل در نقض قوانین بین‌المللی، مداخله در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه دموکراسی، کارزار انتخابی زیر هراس افغانی که منجر به فعالیت‌های هراس افغانی گسترده‌تر شد، تلفات سنگین غیر نظامیان بیگناه و آسیب به صلح و ثبات در منطقه است می شود. سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه خواهان آزادسازی پشتوانی مالی افغانستان شده، آنچه که وزیر خارجه ایران نیز در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در باکو با آن اشاره کرده است. شکایت باشندگان جوزجان از توقف صدور پاسپورت برای متقاضیان. برخی از باشندگان جوزجان میگویند که روند توزیع پاسپورت بر روی عموم باشندگان این ولایت متوقف شده است و تنها برای بیماران اجرا می شود. این باشندگان ادعا دارند با آنکه کتابچه پاسپورت موجود است اما طالبان به مردم توزیع نمی کنند. دیوانوری یکی از دانشجویان ساکن جوزجان است که میخواهد برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور برود، اما طالبان روند توزیع پاسپورت را برای مردم عام بسته کردند. خانم انوری همه روزه به ریاست پاسپورت جوزجان مراجعه میکند اما تا کنون موفق به دریافت پاسپورت نشده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نمیگویند. اولویت های جدید سازمان ملل در افغانستان. فرهان حق. چارچوب سازمان ملل بر حقوق زنان و اقلیت های افغانستان متمرکز است. با گزارش اسپوتنیک، فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که بر بنیاد چارچوب تازین سازمان برای افغانستان، مسائل زنان و دختران، اقلیت های قومی و مذهبی و آوارگان داخلی در اولویت کاری سازمان ملل در این کشور قرار خواهند داشت. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد. لطیف پدرام: طالبان با پشتون‌سازی شمال افغانستان را تجزیه می‌کند. نماینده رهبر ایران: هم سیلاب‌ها کم شده و هم دشمن نقشه کشیده که دیگر آب به کشور ما نیاید. آیت الله مصطفی مهامی نماینده رهبر ایران از افغانستان به عنوان همسایه بعد عهد نام برده و گفته است که این کشور در طول سالیان گذشته به عهد خود عمل نکرده و اگر آب به سوی ایران فرستاده شده حاصل سیلاب بوده است. نماینده علی خامنه ای تاکید کرده است که در شرایط کنونی هم سیلاب ها کم شده و هم دشمن نقشه کشیده که دیگر آب به سوی کشور آنان نرود و برای همین است که آب را به سوی گودزره منحرف میکنند. آیت الله مهامی امروز در گردهمایی با شمار از مقام‌های مذهبی افزوده از جایی که مشکل‌ها از حوزه آب و برق در ایران هم عمومی بوده، اما در ولایت سیستان و بلوچستان وضعیت سخت‌تر و بحرانی‌تر است. آقای مهامی با اشاره به سفر رئیس جمهور ایران به سیستان و بلوچستان و اخطارش به طالبان گفته امیدوار است که این واکنش زودگذر نباشد و تأکید کرد جدای از موضوع حقابه مسئولان باید به دنبال پیگیری و اجرای طرح‌های جایگزین باشند.
سردرگمی و ترس پس از انتقال طالبان TTP به شمال افغانستان. یک رسانه هندی از گسترش سردرگمی و ترس در ولایت‌های شمال افغانستان پس از جابجایی اعضای تحریک طالبان پاکستانی خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، یک رسانه هندی با اشاره به واکنش‌های گسترده به جابجایی اعضای تحریک طالبان پاکستانی در شمال افغانستان گفته است که این کار باعث سردرگمی و ترس شده است. نشریه ایندیا نرتیو در مطلب نگاشته در افغانستان با تنوع قومی بسیار از گروه‌ها نگرانی خود را از انتقال شبه نظامیان آموزشیده به مناطق شمالی که باعث ایجاد تنش‌های قومی در داخل این کشور خواهد شد ابراز کردند. بر پایه این مطلب جابجایی اعضای تحریک طالبان پاکستانی پس از آن آغاز شده است که چین به طالبان فشار آورد تا نگرانی‌های پاکستان را علیه تحریک طالبان پاکستانی درک کند. این رسانه همچنان به نقل از مؤسسه پژوهش‌های رسانه‌ای خاورمیانه گفته که پس از دیدارهای سه‌جانبه میان وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان تصمیم بزرگ برای جابجایی جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی توسط طالبان افغانستانی گرفته شد. هندی نرتیو همچنان دلیل دلبستگی چین به استخراج معدن افغانستان را عمدتاً رونق کریدور اقتصادی چین پاکستان عنوان کرده و گفته است که چین مدت هاست که به مواد معدنی کمیاب که در کوههای افغانستان نگهداری می شود ابراز علاقه کرده است که پکن پیش از این به دلیل حضور امریکا نتوانسته از آنها را استخراج کند. یادآوری میکنیم که نزدیک به یک ماه میشود که بیش از صدها جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی از سوی گروه طالبان افغانستان در ولایت‌های شمال این کشور جا به جا شده و باشندگان بومین مناطق از خانه هایشان بیرون کرده و ترس و وحشت را در این ولایت ها برا انداختند. مهاجر تازه وارد افغان در امریکا به ضرب گلوله کشته شد. نصرت احمدیار شهروند افغان مقیم ایالات متحده که در شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده و شهرهای عمومی آن رانندگی لفت میکرد به ضرب گلوله کشته شد. پلیس واشنگتن دی سی گفته است که این رویداد در نخستین ساعت تاریخ 4 جولای در ناحیه شمال شرقی این شهر رخ داد و به گفته پلیس گلوله به شکم نصرت اصابت کرده بود و وی در محل رویداد جان باخته بود. شرکت لفت که نصرت با موتر شخصی خود برای آن رانندگی میکرد در بیانیه‌ای که شبکه خبری فاکس آن را منشر کرده به بازماندگان نصرت ابراز تسلیت کرده است. در بیانیه لفت آمده است قلب‌های من با عزیزان آقای نصرت است که آنان با این تراژدی توصیف ناپذیر روبرو شدند. ما به خاطر ابراز حمایت با خانواده وی به تماس شده و با مقام‌ها برای معاونت در تحقیقات در تماس هستیم. اداره پلیس واشنگتن دی سی سرگرم تحقیق این رویداد است و به معلومات که منجر به دستگیری عامل یا عاملان قتل نصرت شود مبلغ $25,000 انعام تعیین کرده است. شمار از افغانها ساکن در شهرهای عمومی واشنگتن دی سی با خانواده نصرت احمدیار ابراز غمچریگی کرده و برای کمک مالی به آنان برنامه جمع‌آوری پول را راه اندازی کردند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید.